بیزا میکنی بابا حرف در کنم تو با حسن من باید میشن داره توی خوده من با حسن من توی شده بابا حسن حرف بینه تو به تو داره که بس کنم دیگه بس کنم بس کنم بابا حرف زور میزنی علی که بس کنم یه باره دیگه بس تو با یک باره دیگه توی خونه قیبت کنی میدونم چی کارت کنم بابا فهد شورش نه آورده باید تو دره شیطان دیر بیدنه برون بین میپاد دسته باید تو بینم تو دیگه کوتاه بیا بابا ببین افشین جان آقا جان من تا حالا شما دیدی یک دفعه صدامه ببرم بالا داد میداد راه بندازم بابا هر چیز یه ظرفیتی داره بابا کم آوردم والله تو که حمیده بهتر از من میشناسی تو ناصرتی بزرگ این خونه یا افشین عزیز من چه چیزی نمیگم این هر کاری میخواد اینجا بکنه میکنه زولونش میده اون دفعه جا که تو چی گفت من نگفتم اما آخه توی خونه غیبت نکنه دیگه من نمیتونم تحمل کنم بابا جلال هر عیبی داره ایرادی داره لا لا حلی لا هر چی که هست مار خودشه مرد عجب جیگر داره بره تو صورتش بشه تو روخش بشه داره به ایستاد دمیره داره شما درست میگه آقا جون هر چی که تو میگی درسته ای بابا بیشی یه منه تو هر چی که میگی درسته بلخه تو بزرگ این خونه ای تو باید هوایی نمت بذاری کار به اینجور جا بکشه که این ساعت من یه دقیقه جور گربونه ای بابا احد جان آقا تو بیبیشین اینجا بیبیشین اینجا بیبیشین من میام باش صحبت نکنم دیگه بیشین تو الان عصبانی هستی نمیفهمی یه داری جوش میاری علکی بچی شدن یا از دانشگاه درس میده اون از وضع زن بچه و پدر مادر اون از وضع دفعه خدا خسته شدم تو نباید بفهمی او از تو بزرگتره او زن و بچه داره او هرچی میگه که نباید جواب شد آقا زن و بچه داره که داره مگه هرکی زن و بچه داره باید زور بگه داد میزنم هرکی حرفمون ناراحت میشه بلند شه بزن بیرون خوبه؟ بس کن دیگه تو هم باز شلوغش میکنی باشه میبینی قشن صورت هم دیگر ماش کنی تمامش کن بره صورت هیچ کیمو نمیبوسم اینجا هم اعلام کنم بچه جنوب زیر بار زور نمیره زورم نمیشنوه اعلام کنم همه تونم بشنوه بری بشن بگین خیلی یادش رفته هفته پیش چک خود از عباس آقا شوخی ندارم ما تا دارم جدی حرف میزنم اینجا سیمان قاطی کنه چشام میبندم هرچی جلوم باشه لتو پار میکنم فهمیدی؟ فهمید جان هرچی مرده تمامش کن تمامش نمیکنم آقا تمامش نمیکنم ادامه داد ده بس کن دیگه چه آدمیه اینا سلام خوش اومدی بفرمایید ممنون به دوستتون بگید بیاد این وسایلشو برداره هرچی دست من داشت آوردم در ضمن بهش بگید دیگه نمیخوام ببینمش ازش بدم میاد ببخشید ولی من اصلا متوجه منظور شما نشدم وقتی این اساسا رو بهش دادین حتما متوجه میشه به چی؟ به دوستتون آقا مجید آقای روشنفکر آقای هنرمند چقدر ظاهر باطن آدم ها با هم فرق میکنه ببخشید من اصلا نمیفهمم شما چی میگین مگه شما و مجید با هم نبودین مگه نرفتیم مسافرت خب مجید چند روز برنگشته
برام مهم نیست که برگشته یا برنگشته، فقط بهش بگیم بین ما همه چیز تموم شد. چی شده خانم محبوب؟ دعواتون شده؟ ما از اولش هم به درد هم نمیخوردیم، زندگی نمیکردیم، فقط همدیگر رو تحمل میکردیم. ببخشید خانم محبوب، من اهل نصیحت نیستم، اما همه زندگی ها اولش از اینجور دعواها داره. ازش بپرسین تو این 3 روزی که ما رفتیم مسافرت چند دفعه با هم دعوا کردیم، نه دعواهای الکی ها، دعواهای اساسی. خیلی خب، حالا مجید کجاست؟ من چه میدونم، تا دیروز شمال بود، با هم دوامون شد گذاشت رفت. عجیبه، پس چرا دیروز تا حالا نیومده خونه؟ اصلا برام مهم نیست، فقط خواهشم پیغام منو بهش برسونید. باشه. بشین خواب آقا، بشین. بشی اینجا. بیا بابا، بیا قاری قضیه رو بکنی. بیا آشتی کنی. بگو. آشتی کنی تا بره دیگه قضیه دیگه. بشون بشون. این دفعه فقط به خاطر اینکه بزرگترم ها. خیلی احترامش میگونم. بگن نه عمره باش آشتی نمیکنه. خیلی خوب بابا جون. اونش بگو دیگه. جعبشینی فقط یادت نمیره. یه جعبشینی هم میخری. آقا عدنی وسایلشو جمع کرده و رفته. رفته؟ آره. اجازه آدم بی ظرفیت یا نگاه گذاشت. آقا برو دنبالش بیارش کنه رفته. برو. یعنی چی؟ 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 تو معلوم از کجایی؟ آقا عد ما منظرم ببخش غلط کرد. جلو به چهار دیگه منزیت خواهی میکنم. اینه باری کرده باری کرم نوکر ببخش. تموم شد دیگه بابا، آشتی کردین دیگه، بخند دیگه بابا. عد دیگه گفتم معذرت میخوام دیگه. خب بچه از مجید خبر نداریم. خبر نداری یعنی چی؟ رفته شمال دیگه. شماله؟ دو سه روز دیگه هم میاد. شماله دیگه. شماله چی شده مگه؟ نمیدونم آقا، چایی تو دم کنیم من میپرم یه جعبه شیرینی میگیرم میام آشتی کنون دیگه. شیرینی آشتی کنون. افشین ها ساکا که مال مجیده پیشه هیچ کار میکنم. نه همونو مونده بخواه نه برده بخواه شمال اصلا بس چی برد دسته این چی کار میکرد؟ آقا یه خبری هست شما تو برو 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 چی؟ شهریار این شهریار رو صدا کن بگو بیاد صبونه آدم. شهریار صبونه با دو بسنه باش قربونت. افشین چه خبر مجید؟ خبری نشد؟ نه بابا چه خبر؟ اون بلاملای سرش نمونه باشه بیچاره. چه میدونم خیلی نه هیچ کارشون که روی حساب نی. یه هفته مثل لیلی و مجنون میمونن، یه هفته مثل کارد و پنیرن. مثلا شودوشو در رو بردم بابایی. سلام. سلام. چیه بابا دو باره مثل برج در مایی؟ بابای مجید دیگه بای زنگ گرفتنش حالا همه مونه گرفته. پکریم همون دیگه. بابا به خیال مجید بابا اونو از اول ازدواجشون تو الان یه روز همین هم یه جوری هم دیگه درست میشه. بله شان که بابا نکنه از روی شما رفتی اصفهان خونه شون رفتی سر ها؟ چه؟
ممکنه زنگی بهش بزنی. سلام. سلام. دست در نکن. یه چای خود بیزی؟ بله. زود باشه افشی. افشی زود باشه. ساعت 8 ما بریم سر کلاس. بودو. عجله نکن با ماشین حمید میریم زودتر میرسیم. آقا هیچی کیسه خلیفه بخش ماشین ما می تاکسیه. یه دفعه با ماشین تو بریم چی میشه بریم؟ حمید جان فقط یادت باشه داری میری گربونه تو کلید ماشین بذاری بری. بکش. ما چی میگی میدونی چی میگی؟ کلید ماشین بذار. برو بریم بابا. خب میخوام یه سر برم خونه خانم محبوب. خونه خانم محبوب تو چیکار داری اصلا اونجا؟ من میگم این نکنه نمیدونه مجید اصلا نیومده. خب بریم بهش خبر بدیم بنده خدا رو. بابا اونا با هم قهرن. اومدن و نیومدن مجید چه فرقی براش داره اصلا؟ خیال نیست براش. خدا من به تا دارم میگم بی خیال مجید باشی. الان مجید نشسته لب دریا با مون نقاشم گشته جلوش داره نقاشی میکنه. ایش خیلی خرف میگه. اما خودمونیم یه حسنی داره آه شهریار. اون همینه که اگه یه نفر یه رفیق مثل این داشته باشه دشمن نمیخواد اصلا. ببینم حالا آقای دکتر حالا تو رفیقی چی کار براش داری میکنی که من نمیکنم؟ ببینیم بابا اولا من غیبتش نمیکنم یک دوم من چی میکردم پیداش کنم بابا سه چهار روز ازش هیچ خبری نیست نکنه این وقت خدای نشد اتفاق افتاده باشه ممکن تو دریا غرق شده باشه کوسا خورده باشنش اینم هم خب میگه کوسا مجید بخورن همشو حدام یه رقم میگیرن یه رقم چیه مجید سمه کوسا بخورن همشون میمیرن ای بچ نکن ای بابا دوست دارم دوست اولا که دریای خزرش کوسه نداره خودتون رو لوس نکنید نگران کوسه نباشید یک دوم من آقا هر جا باشه من مطمئنم مزید الان حال خوشی نداره چرا؟ آقا باته این که خانم محبوب پاش شرده توی یه شفشه هر زیر شده میخوام طلاق بگیرم جان؟ جونه هر جدی میگی؟ آره شب بهش زنگ زدم اصلا جواب منه نداد گفت دارم میرم دادگاه ببینم چجوری باید طلاق گرفت آها افشی قضیه مثل که جدیه مجید پیدا کنیم جانه تو من یه فکر شاید هم الان نمیدونم شاید فایده نداشته باشه اما خب این دفترچه تلفنش جی جی بیاریم ارزش شده بگردیم ببینیم شاید چه صداش خبر داشته باشه آقا بجون بره باشه باشه شاید از بی خیال فرمونه بریم آقا بخیر نگه بخیر بخیر کاراتون کیفش تو اتاقه یا تو آره برو تو اتاقشو بگرد ببین پیدا می‌کنی دفترچه چای نخوری آقا چی شد پیدا کردی؟ چرا؟ بده ببینم افشی این دفعه دعواشون خیلی حساس می نما کن تو اون عکساشون داده پاره کرده ادیاه پس فرستاده نه این دفعه مثل اینکه خیلی موضوع جدیه بیا آقا اینو فعلا مهم نیست بذار خودش رو پیدا بکنی افشی مون خیلی نگران نگران نباشه الان شماره شو پیدا میکنیم بهش زنگ میزنیم پیداش میکنیم نه بابا اینه نمیگم که بخاطر خودم میگم میگم نه فردا مونو جیرانم مثلا ازدواج کنیم نه بابا مگه اون از اول فکر میکردن اینجوری بشه بیا همه رو پس فرستاد و عکسا رو پاره کرده نه بابا مونو جیران فرق میکنیم اینا مجید با این دختر تفاهم ندارن ما کارمون به اینجا نمیکشه نه اصلا شما دو تا که فکر نمی‌کنید اصلا مشکلی براتون پیش بیاد تا این مشکلی هم برات پیش بیاد با عباس آقا پیش میاد باشه آقا جون بچین اول بریم زنگ بزنیم به این اینو پیداش بکنیم بیا افشین ها افشین ما چی صبح تا حالا دارم به قضیه ازدواجم فکر میکنم یه بارا بینیم بابا تا هم ازدواجم فکر میکنم بینیم اینو پیداش کنیم دعوا داری تو اچه بیا دفترچه پیداشو بین شماره خونه شونو بگی بینه
میزنه آیا من پداشو بگی ببینید سلام علیکم خسته نباشین حمیدم حمیدرضا دوست مجید حالتون خوبه؟ ببخشید خواستیم ببینیم آقا مجید تشریف دارن اصفهان اونجا پیشون نه مسئله پیش نمیده رفته بودن شمال گفتیم شب برگشتن اومدن خدمت شما بعد نمیمدن زنگ هم نزدن؟ نه مسئله نیست نه مسئله پیش نمیمده نه مطمئن باشین نگران اومدن اینجا میگم حتما بهتون زنگ بزن هم مسافرت اومدن امید ندارین؟ نه جان خودم سلام برسونید به همه خدا نگهدار خبر مبر اینا هیچی نداشتن دیگه نه؟ اصلا مادرش بود نمیدونستی رفته مسافرت خبر چی؟ بدون این رفته چه ببینم شاید رفته خونه که دوستاش عجب آدمیه این مجید ها به جا که پاشه بیاد تکلیف زندگیش رو مشخص کنه و امیز کجا گوشته رفته شهریار جان غیبت نکنیم دیگه ها ما چه نمیدونیم قضیه چیه غیبت نکردم که آه من یه سر بیدم خونه خانم محبوب خب واسه منم بیام دیگه من میام دیگه تو کجا میخوای بیای تو ببین شماره رو بگی ببین اینجا نیست با نمیام نمیام هر چی میگی میام الو جوری که نمیشه ول بکنی بری اسم اون توی شناسنامه توی اون شوهر توی درست نیست که ول بکنی بری پرواز من دو هفته دیگه است توی این دو هفته تکلیفم رو روشن میکنم چه جوری؟ جدا میشم خانم امروزم دارم میرم دادگاه سمیرا جون یه خورده فکر کن یادت میاد روز اول میگفتی این همون آدمیه که تو میخواستی اشتباه کردم خانم اشتباه من اون اصلا با هم تفاهم نداریم حتی یه سر سوزن اون یه جور دیگه به دنیا نگاه میکنه من یه جور دیگه من که تا حالا نکته منفی در این آدم ندیدم اتفاقا به نظر من خیلی هم پسر خوبیه منم نمیگم آدم بدیه خانمو دوستشم دارم ولی مطمئنن اگه من اون با هم ازدواج کنیم آینده خوبی نداریم چطور یه دفعه به این نتیجه رسیدی؟ خیلی وقت به این نتیجه رسیدم خانمو ولی از وقتی که رفتیم مسافرت و برگشتیم فهمیدم که اصلا به درد هم نمیخوریم عمو جون تو دختر منطقی هستی منم دلم نمیخواد بگم که باید این کارو بکنی یا اون کارو بکنی ولی فقط ازت یک خواهش دارم یک خواهش توی عصبانیت تصمیم نگیر عصبانی نیستم خانمو بیشتر ناراحتم تا عصبانی چند روزه خیلی فکر کردم مجید پسر خوبیه ولی خوب بودن که فقط کافی نیست اون تصورش از زن زندگیش این زن رویایی تو نقاشیاشه مطمئنن خود اونم پشیمونه ولی به خاطر خانوادش راضی به جدایی نیست کیه؟ میبخشید خانم محبوب ممکنه چند دقیقه وقتتون رو بگیریم؟ شما؟ ما دوستای مجید هستیم ببخشید من باید جایی برم عجله دارم فکر کنم که بهتونم گفته باشم که قراره کجا برم خانم محبوب شما فقط یه لطفی بکنید کار کنید ما مجید رو پیدا بکنیم
چون مجید واقعا نمیدونه شما چه تصمیمی گرفتین. خبر داشتن و نداشتنش به من هیچ ربطی نداره. ولی آخه خانم من تا دو هفته دیگه ایران هستم. تو این دو هفته اگه پیداش کردیم بگیم بیاد تکلیف منو روشن کنه. وگرنه من میذارم میرم اون وقت اونه که بعد بیاد دنبال من بگرده. ما فکر کردیم شاید یه راه دیگه ای بشه پیدا کرد تا این مشکل رو حل کنه. این دیگه مشکل منه. خودم هم باید حلش کنم. خدافظ. خلاصه داشت همین. ما همینجوری که بهت گفتیم زنگ گرفتیم. پشیمانم نیستیم که نیست. یعنی همه باید با فکر و فامیلشون ازدواج کنن آخه؟ نه کره. منظور ما اینه که آدم با هر کی که میخواد ازدواج کنه باید اینو او کف دستش بشناسدش. یه سوال. تو دختر دایی دخترمو تو بهتر میشناسی یا هیچ ایرانو؟ نمیدونم. بله خب بالاخره آدم باید که دوست داشته باشه یا نه؟ خب ما خودم اصلا دوست ندارم با فکر و فامیلمون ازدواج کنم. خب میشه اینو اومجی ببینه دست زنش فراریه. میبرای چی؟ چون نه زنشو میشناخت نه خانوادهشو میشناخت. نه؟ عرض یه هفته با هم آشنا شدن عاشق شدن و ازدواج کردن. این که نشد زندگی. کیه؟ بفهم شما این بیان بالا. ولی شاید الان برای مجید میسوزه. بیچاره بدجور گیر افتاده. بیخود مجید هیچ کسی به جز خودش قبول نداره. آقا شد زنگ بزنه خانهشان پدرش مادرش برادرش بگی میخوام ازدواج کنم این مشورت باشم بکنه. نکرد دیگه. نمش سلام. سلام. چی شد؟ زنگ زده به دوست مستانش پیداش کردی یا نه؟ آقا زنگ زده من همه دوست آشناهاش هیچ که ازش خبر نه. اینجوری که نمیشه. هر جو شده ما باید پیداش کنی. زنش داره میره. کجا؟ چه میدونم میگه من میخوام برم تو خارج. همه دیزا گربونت یه زنجی بزن اصفهان. یه جوری که پدر مادرش ناراحت نشن نگران نشن. خب بگو داداشش پدرش کسی پاشو بیاد تهران. آقا جون ما زنگ نمیزنم. اخلاق مجید خودت میدونی. زنگ میزنم یه دفعه بعدم میام میگه برای چی زنگ زدی. بی خود کرده. به جای که بیاد این مرد وایسه اینجا مشکل شوهر کنه امروز کدوم گوری گوشه رفته. ناراحت میشه. خب بشه. خب زنگ میزنیم به داداشش بیا اینجا چیکار کنه آخه. لااقل یکیشو میاد با این دختره حرف میزنه. میدونی اگه تا یکی دو هفته دیگه پیدا نشه چی میشه؟ خیلی بد میشه. آقا جان حمید جان شما زنگ بزن مجید با من دیگه. باش. ولی من میگم شاید این دختره مجید فیلم کرده باشه بخواب بترس. نه عزیز من اونیشه من دیدم اصلا اهل فیلم و دروغ این صحبت ها نبود. دیر به جنبیم رفته. مجید بفهمه دیوونه میشه. بزن بابا بزن. الو خدایا چی کار کنم؟ کاش که اون روز لعنتی نمیدیدمش. چرا من اون باید سر راه هم قرار بگیریم؟ آخه چرا؟ اینجا شاید مقصر من باشم. ولی اگه این کار رو میکنم به خاطر اینکه دوستت دارم. نمیخوام آینده‌ت خراب شه. تو اینقدر که به فکر کاشیای مسجد شیخ لطف‌الله و شعرهای سپهری هستی
فکر زنت نیست. دنیای تو یه چیز دیگه است. من اشتباه کردیم پا تو دنیای هم گذاشتیم. هر 36 تا شاب شده. ببین چه عکسایی گرفتم. کیف میکنی؟ بده ببینم. این یکی رو ببین. هر دوتا مون مثل ابله ها شدی. تو شاید ولی من نه. ببین چک و چونه نزن دیگه. ما دوتا مون شاهکار داستویفسکی هستیم. یعنی چی؟ یعنی ابله. خوندیش؟ شاهکاره. ما دو ابله خوشبخت هستیم که از دیار غریب آمده ای. مجید تو فکر میکنی ما با هم خوشبخت باشیم؟ تو فکر میکنی نباشیم؟ نه، فقط فکر میکردم که ازدواج یه اتفاق عجیب غریب و خیلی بزرگه. خب هست. ببین آدم ها زندگیشون به دو بخش تقسیم میشه، قبل از ازدواج، بعد از ازدواج. مهمترین اتفاق زندگی هر آدمی ازدواجشه. ولی چرا برای من و تو اینجوری نبود؟ اون روز اگه من و تو با هم تصادف نمی کردیم الان نه من اینجا بودم نه تو. مهم چگونگی آشنایی نیست، مهم حفظ اون حس و حالیه که آدم از یکی خوشش میاد داره. میدونی اگه ما میتونستیم تا آخر عمر همین حال خوبو داشتیم خوشبخت بودیم. شب با خودم فکر میکردم چقدر وحشتناکه که من و تو بخوایم اون دنیا از هم جدا شیم. مجید دوست دارم اگه جهنم میریم با هم بریم، اگه قراره بریم بهشت با هم باشیم. فریده میخوایی بستنیم؟ هرچی تو دوست داری. کی میره این همه را رو؟ حرکت کن خانم. اگه صد بار نگفتم کسی جای من نخوابه؟ دوست ندارم. شهریار داداش شمایی؟ میبینی که سلام. خب داداش بی خبر اومدی؟ شما کجا؟ اینجا کجا؟ از من میپرسی؟ تو کجا بودی؟ من رفتم مسافرت شمال.
همین الان اومدم. بهتون خوش گذشت؟ جای شما خالی، خیلی خوب بود. با خانم رفتادی مثلا ماه عسل. ولی خانومت میگفت زیادم بهتون خوش نگذشتست. چیزی شده داداش؟ چیزی که تو ازش بیخبر باشی؟ نه. من نمیفهمم درباره چی حرف میزنی. دروغ گفتنم که خوب تو تهران یاد گرفتی دادا. فکر نمی کردم، فکر نمی کردم به شما زنگ بزن و مثل خال زنکا همه چی به شما گزارش بده. مترجم مملکت که اینجوری باشه وای به حال بقیه. منم فکر نمی کردم مجید برادر من این قضیه بچه باشه. وقتی اونجوری ازدواج کردی و ما رو داخل آدم حساب نکردی که حتی یه کلمه با همون مشورت بکنی، گفتم حتما برای خودت کسی شدی و میتونی بد و خوبت رو تشخیص بدی. اما وقتی فهمیدم که زن در حال جدا شدن و خودت هم فراری، تازه متوجه شدم که تو زندگیم کلی اشتباه میکردم. شما چرا داداش؟ اون این کارا رو کرده که شما رو بترسونه بکشینه تو تهران. من سمیرا رو میشناسم، اون هیچ کاری نمیتونه بکنه. آخرش هم میاد معذرت خواهی میکنه. حالا ببینی اون کاغذ رو میزد میبینی احضاری هست، فردا باید بری دادگاه، میفهمی؟ مجید چی؟ یه چیزی ازت بپرسم. جون عزیز راستشو میگی؟ بپرسی. دوستش داری؟ اگه دوستش نداشتم که باهاش ازدواج نمیکردم داداش. اون دو هفته دیگه میره خارج، فقط دو هفته وقت داری. دو هفته دیگه؟ داداش چی کار کنم؟ من نیومدم اینجا که بگم چی کار بکن چی کار نکن. اصلا اینا به من مربوطه نیستش. هیچ کاری هم از دست من بر نمیاد. فقط خودتی و خودت، ببینم چی کار میکنی. داداش یه جوری حرف میزنی که انگار من مقصرم. من نمیدونم مقصر کیه، نمیخوام بدونم که مقصر کیه. اگه به اصرار عزیز خانم نبودا منم اینجا نمیومدم. فقط بهت بگم دو هفته وقت داری، همین، هر کاری میخوایی بکن. مگه عزیزم میدونه؟ این چیزی نیست که بخوای از کسی قایم کنی. بگیرم بخوابی. چطوری فراری؟ سلام علیکم، ترسیده ما خوب برای خودت بی خبر میری بی خبر میای. اصلا معلوم از کجایی؟ میبخشید دیگه، سر صدا کردیم شما رو از خواب انداختیم. چی میگی مزی؟ با این وضعیت چطور داری؟ اصلا کس خواب داره آخه؟
داداشم کی اومد؟ دیشب. بابا یه خبر چیزی به ما میدادی دیگه. ما هممون از نگرانی داشتیم دق میکردیم مجید. میبخشه دیگه. نشد خبر بدم. تا کجا بودی؟ آواره تو شمال. یه روز تو این شهر، یه روز تو اون شهر. یه شب تو این هتل، یه شب تو اون مسافرخونه. دعواتون سر چی بود؟ سر همه چی و هیچ. همون دعوای همیشگی. من اینو دوست دارم، تو اونو دوست نداری. من اینجوری فکر میکنم، تو اونجوری فکر نمیکنی. بعد باور کن از روزی که رفتیم ما همینجوری دعوا، مرافع، سرصدا. بعد دیگه خسته شدم. خسته شدم. گفتم من نمیتونم. گذاشتم و رفتم. آخرش که چی؟ نمیدونم. گفتم بذار یه چند روزی گم و گور بشم، شاید بتونم فراموشش کنم. تونستی؟ نه نتونستم، ولی اون ظاهرن تونسته منو فراموش کنم. از کجا میدونی؟ از این. اگه نمیتونست منو فراموش کنه نمیرفت دادگاه. مجید جان الان وقت گسته خوردن نیست، الان وقت فکر کردنه. خوب فکرتو کردی؟ آره، دو تا را بیشتر ندارم. وقتی حساب دو تا چهار تا رو میکنم میبینم من و سمیرا با این طرز فکر 10 سالم بگذره همینی که هستیم هست. یا این که اون باید کوتاه بیاد و بشه این من که محال اینجوری بشه، یا این که من کوتاه بیام و بشم این اون. اینجوری شاید مشکل حل بشه. این راه اول. راه دوم؟ راه دوم اینه که از هم جدا بشیم. میگه جدا بشیم؟ میتونی؟ نه. پس میمونه همون رای اول. رو اون فکر کن داداش. اگه شما جای من بودین چی کار میکردین؟ راسته که بخوای داده، از روز اول با همچیزنی ازدواج نمیکردن. بعضی وقتا آدم تو زندگیش یه اشتباهی میکنه که باید تورونش رو تا آخرش بده. اگه میخوایی پا رو حرف دلت نذاری و به حرف دلت گوش ندی، باید همونی بشی که اون میخواد، یعنی یه مجید دیگه. میارزه؟ من دلت بپرس دادا. داداش شما منو بزن در خونه شون، خودتون برگرده خونه، منم میام. مجید چی داداش؟ دست گلت یادت رفته دادا. آخ آخ دست شما در نکنه. مجید این قضیه کوتاه بیا که زندگی بهت زهر نشه. چشم، خداحافظ شما. خداحافظ دادا. منم مجید. کیه؟ ببین سمیرا، میخواستم باهات حرف بزنم. من حرفامو زدم، حرفای تو هم برام مهم نیست. سمیرا خواهش میکنم، ببین من نمیخوام تو تصمیمتو عوض بکنی، ولی به خاطر اون چند ماهی که با هم بودیم، اون خاطرات خوبی که با هم داریم، فقط میخوام باهات حرف بزنم. بیفایده است.
از این چند دقیقه ها خیلی با هم حرف زدیم، خیلی به هیچ جا نرسیدیم. خواهش میکنم برو. پس من یه دستگل گذاشتم پشت در. خداحافظ. فقط چند دقیقه. سمیرا، من بابت همه چی ازت معذرت میخوام. ببین مجید، درباره گذشته حرف نزنیم. حالا میخوای چی کار کنی؟ هرچی که تو بگی همون کارو میکنی. تو گفتی اومدی حرف بزنی نه حرف بشنوی. من که تصمیممو گرفتم. حتما احزادیه رو دیدی. آره، باورم نمیشه ولی باورت بشه. این از تصمیم من. تو چی؟ سمیرا، ما دو تا راه بیشتر نداریم. یکی این که از هم جدا بشیم، که من نمیتونم، تو خودت خوب منو میشناسی. من اگه تو رو از دست بدم فکر نمی کنم تا آخر عمرم. اینو 100 دفعه گفتی مجید، بعدیشو بگو. راه دومم اینه که اونی بشم که تو میخوای. به قولی داداشم یه مجید دیگه، خودمو فراموش کنم. خیلی سخته سمیرا، ولی انقدر بهت علاقه دارم که این کارو برات بکنم. اونی میشم که تو میخوای. ولی من شوهری نمیخوام که به خاطر من از همه چیزش بگذره. تو هر کاری هم کنی باز خودتی. پس میگی چیکار کنم؟ مجید، ازدواج ما خیلی سری بود. ما یهو تا چشمامونو وا کردیم دیدیم اسممون تو شناسنامه یه همدیگه نوشته شده. فاصله اون تصادف تا ازدواج ما فقط 2 هفته طول کشید. تو فکر میکنی این 2 هفته برای ازدواج کافیه؟ قرار بود درباره گذشته حرف نزنیم. آره، ولی اون چیزیه که تو هم میدونی. یعنی میخوای بگی به جز طلاق راهی نیست؟ نمیدونم. منم عین تو موندم حیرون و کلافه. خوبه، لااقل بعد از چند ماه یه نقطه اشتراک پیدا کردیم. دوباره حرفای تکراری؟ فعلا برو بلیتو پس بده، بعدم با هم بیشتر صحبت میکنیم. نه، من باید حتما برم. یعنی چی؟ فکر ما تازه میخواییم به هم دیگه واسه ازدواج فکر کنیم. بذار چند ماه بگذره، خوب فکرامونو بکنیم. نمیشه تو تهران باشیم ولی همدیگه رو نبینیم؟ نه، نمیشه. میدونم نمیشه. سمیرا ببین، بعد چند ماه اگه به این نتیجه رسیدیم که به درد هم نمیخوریم از هم جدا میشیم. چه راحت از جدایی حرف میزنی. حرف تلخیه ولی بعضی وقتا آخرین راه حله. من از اون آدم ها نیستم که معتقد باشم به هر قیمتی باید زندگی کرد، چون آیندم رو دوست دارم. باشه، کی میخوای بری؟ نپرس مجید، چون اصلا دلم نمیخواد بیای بدرقم. پس لااقل قبل از رفتن این زنگ بزن تا با هم خداحافظی کنیم. آدم ها وقتی دارن از هم جدا میشن تازه میفهمن چقدر به هم علاقه من بودن. پس منم تو این مدت میرم اصفهان، دیگه تو تهران نمیتونم بمونم. هر طور دوست داری. موفق باشی. Thank you.
چرا آمده در پیه عزم دیار خود باشم، چرا آمده خاک سر کوی یار خود باشم. غم غریبی و غربت چو بر نمیتابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. ای کاش هیچ وقت اشتباه نمی کردم.